درود بر همه شما خوبانی که امروز برای دیدن برنامه فرهنگ ایران شهری از مجموع برنامه‌های جنبش نوزایی ایرانی با ما همراه شدید. من الیکا بقایی با امید به اینکه شکوفه‌های عشق، دانش، فرهنگ در سرزمین آریاییمون به بار بنشینند و روزهای زندگی شما عزیزان همیشه بهاری باشه، در این برنامه در خدمت شما خواهم بود. وقتی صحبت از فرهنگ و نوزایی نمیشه، بیگمان پوشش و آرایش روی و موی و لباس در جایگاهی خاص قرار خواهند گرفت. اگرچه سرزمین ایران چه در مرزهای کنونی اون و چه در حیطه گسترده فرهنگیش، در ایران بزرگ دارای پوشاک متنوع رنگ و رنگزیبا چه قومی و چه بومی بوده، ولی شاید اگر از خیلی از ما بپرسن لباس ایرانیان چیست، حرف زیادی برای گفتن نداشته باشیم که این البته تقصیر تنها ما نیست. من میپذیرم در طی سالها هجوم فرهنگی بیگانگان باعث شده تا اون چه را داشتیم فراموش کنیم و این امر طبیعی است، اما سؤال و گناه اصلی ما و شما هر یک به تنهایی به هیچ عضو بهانهای مثل اجبار دولت، فشارهای بیرونی، تحمیل مثلا و غیره، در اینه که ما امروز تلاش نمیکنیم اون چه را که باید باشیم و اون چه را که بودیم بشناسیم. گروه زیادی به بهانه مذهب فراموش کردن که زیر اون پوشش مذهبی خودشون لباس آراسته، تمیز، موی آراسته و تمیز، عطر دلانگیز استفاده کنن. گروه دیگه هم به خاطر تمایز با اونچه که این گروه اول بودن، یا شاید به خاطر اینکه خودشون رو به مردمی که روشن فکرتر از خودشون میدونن مانند کنند، چند زدن به مدل های لباس قلبی که حتی در طبق متوسط اونها شاید رایج نبوده و این همیشه با نوعی افراد و تفرید در جای گذین کردن لباس خودی همراه بود. چه فرق میکنه؟ هر دو بیگانن و هرشان میان آنچه درون سر هر کدوم از این دو گروهی که از اونها رو برداری کردیم شاید خیلی تفاوت وجود داشته باشه، ولی آیا ما مطمئنیم که الگو برداری ما فقط از ظاهر لباس اونها نبوده؟ حرف من این نیست بگم این خوبه اون بده یا برعکس، یا نمیخوام بگم باید آفتاب مهتاب بریده بود یا کلن آزاد و بیشرم گشت، ولی حرف من اینه که آیا در این زمان که ما به سمت یک نوزایی ایرانی حرکت میکنیم، دم از ملی شدن میزنیم و قصد ایرانی کردن و ایرانی شدن داریم، جایی برای فکر کردن به پوشش خودمونم گذاشتیم؟ بازم منظورم شناسنامه ایرانی گرفتن نیست، منظورم همون حسی که وقت نام ایران میاد مجموعی از الگوها، اخلاقها، قانونها و باورها در ذهنمون پدیدار بشه که دلمون رو بیتاب بکنه تا بخواهم در پوست و استخونمون ایرانی باشیم. سالها پیش وقتی برای نخستین بار عربهای مسلمان قصد حمله به شاه ایران رو کردن، نامه‌ای نوشتن و از شاه ایران خواستن تا خدای یکتا رو بپرسته، خدای الله رو خدای یکتا میدونستن بپرسته. در اون زمان شاه ایران با باورهایی که داشت، با اون آگاهی که داشت، پاسخ نوشت که امروز ما به اون افتخار میکنیم. اون نوشت اون زمانی که شما بت میپرستیدید اجداد ما یکتا پرست بودن، خدای یکتا میپرستیدن. آیا امروز اگر یک نفر به ما اتهام بدحجابی، برهنگی یا بدپوششی بده، آیا ما میتونیم با دهانی پر به اونها بگیم که در طول تاریخ ایرانیان الگوی پوشش و لباس برای همه مردمان اطراف بودن؟ آیا ما میتونیم بگیم که زیباترین پوشاک برای سرزمین های ما بوده؟ آیا ما میتونیم بگیم که پارچه های ما جز گران قیمت ترین پارچه های تجاری بوده که به اطراف میرفته و افراد اشراف در واقع از اون استفاده کردن تا لباس بدوزن؟ آیا ما میتونیم با دهانی پر اشعاری از شاهنامه را به عنوان سند برای اونها بیاریم زمانی که تحمیمه به قهرمان شاهنامه رستم میگه که در وسط خودش بلند کس از پرده بیرون ندیده مرا، نه هرگز کس آواشنیده مرا. یا منیژه برای معشوقش بیژن خودش را چنین توصیف میکنه: منیژه منم دختر افراسیاب، برهنه ندیده تنم آفتاد. حرف من اینه که ما چنین لباس میپوشیدیم. در واقع نباید اینم به گذشته برگشت. من میگم باید اینم به گذشته برگشت. این از یک الگو برای یک زن ایرانی. ما هزاران سال
زیبایی و زن رو به موازات هم قرار دادیم. در کنار شرم و پوشش رنگ و بوی دلفروز داشتیم. از کمند و کاکل و زلف و گیسو سخن راندیم و در کنار اون از پوشش شرم و آزرم در واقع نام بردیم و از هر دوی اینها به موازات هم استفاده کردیم. این یک الگو برای یک زن ایرانی. در کشور بزرگی چون آمریکا شعار زیبایی دارن که وحدت ما از تنوع ماست. این عین مفهومی که در ایران بزرگ فرهنگی میتونه مصداق داشته باشه. انواع پوشش، آرایش، لباسهای بومی و قومی وجود داره که در این شباهت‌های زیاد به هم خیلی هم متنوعند. در رنگ، در الگو، در پاشه خیلی از اونها قابلیت جهانی شدن دارن، چون اینکه امروز اطلس و ادرس ما داره در آمریکا به ویژه و در اروپا جزء پرفروشترین و بروزترین طرح‌ها برای لباس‌ها، برای چیزهایی از این مثل دستمال سفره بشقا و خیلی چیزهای دیگه میشه. امروز گرونترین کروات‌های کارفونه‌های آمریکایی از سر ترمه استفاده میکنن. اینا چیزهایی که ما میتونیم خودمون از اونها رو برداری کنیم. اولین مکاتب ابریشم بافی در طول جاده ابریشم در آسیای میانه و سوق بنیان زده شدن که در واقع به عصر 5 میلادی هم برمیگردن و اینقدر کیفیت مرغوبی داشتن که حتی برای پوشش زنان به اروپا صادر میشدن. ولی نکته جالب در اینه که همین پارچه‌های ابریشم در طول جاده ابریشم با طلا، با وزن طلا فروخته میشدن. ما چنین صنعتی داشتیم و به این شکل در واقع چین تونستش صنعت نساجی خودش رو پوش بده. وقتی که ما الگوهای مناسب خودمون رو داریم، میتونیم با بهره گیری از داده های کهن خودمون بکنه تاریخی زیادی که دارن الگوهای زیبا و شایسته رو پیدا بکنیم و از اونها استفاده بکنیم و حتی اونها را به شرق و غرب صادر بکنیم. بذارید ما الگوی رنگ ها و پوشش برای مردم باشیم. بذارید وقتی که صحبت از رنگ میشه لباس ایرانیان، ایرانی تباران به میان بیاد. وقتی که از شکوه لباس صحبت میشه بگذارید لباس ایرانی تباران باشه. بگذارید وقتی که صحبت از ایرانی بودن من اونسایی ایرانی میشه یک چیزی، یک هویت شکل گرفته در ذهن هر انسان غیر ایرانی بنشینه که سزاوار یک ایرانیه. سخن به درازا نمیکشونم و میخوام خلاصه از فیلم مستعد پوشاک تاجیکان ساخته نعمت الله اکبر از دوستان خوب تاجیک ما هستش رو براتون آماده کنم. خلاصه از اون رو ببینیم و امیدوارم که از اون لذت ببریم و فکر نوزایی و احیای ارزش فرهنگی خودمون باشیم. فرهنگ همچون والاترین دستاورد اهل بشر تفیل فعالیت، کار و پیکار، سنت و انعنات، مقام و منزلت هر ملت را معین و مرتبه دولت را در جامعه جهانی معرفی می کند. فرهنگ پرغناوت و گسترده تاجیکان که از گفتار نیک، پندار نیک، رفتار نیک منشأ گیرد در عالم علم و ادب، طرز روزگارداری و پوشیدن سر و لباس با استحصال و ایجاد متاعهای رنگارنگ و وسایل آرایش مقام و مرتبه و سهم مردم ما را در رشد و تکامل تمدن بشری معین می نماید. دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله نوی تو بود. کافیست که فقط در مورد آرایش موی با ادبیات نیاگان رو بیاوریم. سپس خواهیم دریافت که موی، پرورش و آرایش آن، با نام های زلف و گیسو و
توره و کاکل چقدر میان بانوان ما معمول بوده است و چی حد ابیات و داستانها در این باره سروده شدند. هنوز از قدیم الایام مردم تاجیک در اسطوره و افسانه و داستانهای قهرمانی خود از قبیل روایتهای رابیه چیلگزموی، گردآفری، حسن و ملاحت و تراوت میرا به طور بدیعی ترنم میکردند. استفاده واژه گیسو در ادبیات زیاد به چشم میخورد و معنای آن نیز در لغتنامه ها فراوان تشریح شده است. از آن جمله در برهان قاطع و لغتنامه ده خدا و انجمن آرا آمده است که گیسو موی دراز از دو جانب سر تشیده باشد و آن غیر از زلف است. ظاهراً گیس و گیسو بر موی بلند سر تعلق دارد. منظور از گیسو موی سری زنان است، مویی که دراز و زیبا پروریده باشد. طور فرخی گفته است: روز چوگان زدن از خوبی چوگان زدنش، زهر را خواهد که زگیسو کند او را چوگان. یا به تعبیر سعدی، حصار قلعه یاغی به منجونیق مده، با بام قصر برفکن کمند گیسو را. اینچونی همه آن قصیده و سروده هایی که در وصف گیسو گفته شده است چکامد است گویم. از این بر میآید که عصرها باز این جانب در سرزمین ما گیسو درازان و مشاطگان موضوع داستان های لیریکی و سروده های خلقی بوده است. زلف چوگان، گیسوی تمثیل ما، کاکوی شبیه کمند، موی قطرانی و مشکین بوی از آن آبرزهایی هستند که شاعران ما از غایت عشق و اشتیاق ساخته و سرودند. عاشقان شیدا گاه ها در بند زلف گرفتار می شدند و گاه ها در خم ابرو و گاه ها بسته کمند مشکین می گردیدند و گاه ها بندی کاکوی. نهان کرد گیسو بزیری زیری، بیزد بر سر ترگرو میگیری. رها شد زیبندی زیری موی او، درفشان چو خورشید شد روی او. بیدانی سهراب کو دختر است، سری موی او از دری افسر است. آرایش موی زنان و اینچنین ریش و موی لب و موی مردان تا گذشته نچندان دور به حکم انعنه می درآید و آن شکل و طرح نوتری را به خود می گیرد. بعدن آرایشات موی ها با رمز و حکمت و معنی های بیشتر آمیزش می یابند. تا آنجایی که برآمد اجتماعی، مرتبه خانوادگی، سن و سال، اینچنین وضع عائلوی بانوان را هم آرایش موی های آنها افاده کردن می توانست. اگر ما چکامه گیسو را در مورد خانه، در مورد آیله اگر اندیشه بکنیم و خلاصه براریم، در جایی که گیسوی تازه هست، گیسوی آزاده هست، گیسوی زیبا هست، آن خانه افروخته می شود، آن خانه فروزان است و حتی فرزندانی که از بطن آن مادر، آن بانو به دنیا می آیند، آنها هم زیبا پرست می شوند. اصولاً کاکولانی تا 4, 5 و 6 عدد بافته شده خاص آرایشات موی های زنان سوغدی و باختری بودند. باز هم ما می‌بینیم که چگونه در آرایشات موی انعنه نیاگان انعکاس شده است که آن را نسل امروزه ادامه می‌دهد. فرضاً اگر موی بلند برداشته خاص دختران قدرس باشد،
پس زنان نو به شوهر برآمده عکس این مویهای خود را آرام می دادند یا عموما تعداد کاکلان خود را کمتر می کردند. زنان 30-40 ساله باشد همگی دو کاکل می بافتند. بنابر همین در بعضی منبعهای افاده کننده فرهنگ و مدنیت تاجیکان ما این میراث پیشینیان را مشاهده کرده نمی توانیم، چون که در یک دوره و سن و سال معین دختران و زنان را لازم آمد که خود را زیر حجاب و سرپوش گیرند. از همین سبب در سرچشمه های فرهنگی تا یک دوره معین ما میدبافی زنانه را خیلی کم پیدا میکنیم. اما باید تذکر داد که این مخصوصیت در همه گرودار تاریخی هم میان مردم محلی محفوظ ماند. ما وقتی که میبینیم آثاری باستانی تخت جمشید را در آنجا نظر میکنیم که تقریبا بیشتر از 2300-400 سال پیش این ساخته شده است، میبینیم که در اونجا مویهایی که از هم تاثیرهایی که در سنگ کشیده شده است و حالا هم نشانهاش خوشبختانه تا زمانی ما رسیده است. چگونه مویهای هم مردها هم زنها چگونه در آنجا آرایش یافته است و چگونه یک نقش مهم میبازد. از آن موی بافی، زلف اندازی، جمالک بندی و بیده بافی، یعنی توف، کاکول، پیلتا، علما، پنجک، سلسله، بدخشی، پوپک، زلف و دیگر نمادهای آرایش موی در میان مردم ما به طور خاصه و گوناگون وجود داشته است. پس هنری مشاطگان و شانتراشان نیست از مد نظر اهل زاو دور نمانده است. در زلف تو زیابنوس روز و شب، از دست مشاطه شانه بایستی. شانه تراشی کاری بسا مشکل و زحمت طلب بوده است و طبق روایت های مردمی هر آن که به دل داده خود اظهار عشق می کرده است باید شانه برای گیسوان او می ساخته است. تدریجا هنرهای مردمی رونق می یابد. لوازمات آرایشی و کاری بانوان شانکش و محصول هنرمندان زردوز و گلدوز سبب می شود که نقش و نگاره های در سر و لباس مردمی با وجود بیاید. انواع گوناگون سرپوش ها مثل کلاه و تاقی و رومال پیدا می شوند. اینجا می سازد که نظری به فرهنگ سر و لباس تاجیکی انداخت، زیرا لباس ملی تاجیکان نیز تاریخ بسیار ساله دارد. لباس های ملی تاجیکان که اجدادان آنها یکی از باشندگان اساسی سرزمین بین دریاهای سیر و آمو بودند، خیلی قابل توجه و آموختنی اند. زیرا با این واسطه تا اندازه با لباس ملی خلقهای دیگری این سرزمین نیز میتوان شناسایی پیدا نموده، مانندی، رابطه و با همدیگر تأثیر رسانی اتنیکی و مدنی آنها را معین کرد. لباس ملی تاجیکان تاریخ بیش از 5000 ساله دارد. هم لباس های مردانه و هم لباس های زنانه تاجیکی در منبع های تاریخی و دیواردگاره ها و بازیافت های ارکیولوژی و طور خیلی زیاد این انعکاس یافتند. متای ابریشمی تخارستان و سوخت با نقش و نگار ویژه و مخصوصیت های اتنیکی خود از هم فرق میکرد. این متاهای ابریشمی در آسیای میانه از جانب تاجران سعودی بیشتر به فروش گذاشته می شدند که کاروان آنها از راه ابریشم از روم تا دیوار چین راه می پیمود. تاجران با این وسیله نه تنها انواع لباس بلکه ارزش‌های فرهنگی را نیز انتشار می نمودند. تا وقوع انقلاب اکتبر طرز پوشش عنعنوی لباس میان مردم آسیای مرکزی از آن جمله تاجیکان سخت رعایه می شود. شکل های نوی پوشاک با عنوان های ناشایسته نامور شده
با آنها صفت های ضررناک نسبت می دادند. نیمه دوم سده بیستم در لباس ملی تاجیکان تغییرات بزرگ به عمل می آید. پوشاک مردانه اهالی شهرنشین از عنصرهای ملی فقط کله پوش و تاقی جای خود را خیلی محکم نگاه داشتند. لباس های دیگر قریب تماماً با شکل های لباس اروپایی در آمدند. لباس ملی یعنی جامع، سله، میان بند، کرته دخت محلی را اساساً کهنسالان یا اینکه مردان کلانسال در ایام مراسم های عائلوی، دینی و عزاداری می پوشیدند. تاقی چارگل، تاقی چستی، تاقی فرغانی، تاقی کلابی، تاقی بدخشانی و غیر تا به امروز معمولند. در شهر در بین زیایان لباس های نو و طرح اروپایی داشته تقریبا جای لباس های ملی را گرفتند. ولی تایی چند سال آخر یک نوع تمایل بازگشت با اصالت ملی و فرهنگی به نظر می رسد که موقع و نفوذ لباس های ملی را مستحکم تر می گرداند. لباس قدیمه زنانه تاجیکان از کرته های درازی یک قد دوخته شده عبارت بود که دامان آن تا به بجولک پای می رسید و بعضاً با سبب به دو پهلو اضافه کردن دو تیریز قسم پایانیش اندک وسیع تر می شد. آنوره دی بلزاک گفته است: غذای تناول بکن که با خودت خوشاینده باشد، ولی لباس بپوش که خوشاینده مردم، زیبایی بخش زندگی و جامعه گردد. پیدایش و استفاده اطلس و ادرس و شاهی هم از قسمت شمالی تاجیکستان به حکم انعنه در آمده است. اطلس طوری که در سرچشمه ها آمده است نوعی از متاعی ابریشمی را گویند که طی هزار ساله ها در بین اجدادان ما همچون قبای شاهانه معمول بود. اطلس که اصلا خود از نخ طبیعی بافته می شد نه برای همه کس دسترس بود و موجودیت آن در تمدن مادی ملت ما گواهی عالی انکشاف هنرمندی و کاسبی محسوب می یابد. و آن یک نوع پیوند کننده شرق و غرب در راه بزرگ ابریشم شناخته شده است. در گلستان خود سعدی شیرازی آورده است که دولتمندی را دیدم که می گفت که فلان قدر محصولات آوردم از افریقا، هزار شتر غذایی آوردم از هندوستان و فلان از متای ابریشمی می برم از شرق به غرب. و این متای ابریشمی اطلس تاجیکی بود. اطلس تا امروز قیمت خود را گم نکرده در شکل زمانوی و مدرن تر با نمودهای گوناگون همچون لباس ملی تاجیکان شناخته شده است. ادرس نیز متای خیلی معمول است در بین تاجیکان و آن نیز از نخ ابریشم بافته می شود و این نوع متا کمی بدتر از اطلس در نتیجه تحولات تازه کاسبی به وجود آمده است. استحصال جراب‌های ابریشمی رایج‌ترین مشغولیت زن‌های پامیر است. آمیخته رنگ‌های سرخ، زرد، سبز، جگری، سیاه و سفید در جراب‌های پامیری از جهت تر، نقش و نگار خیلی گوناگون رنگ افاده یافتند. این نگاره‌ها کجدون، کمان رستم، چنارت، گل شمشاد نام دارد. کرته ملی تاجیکی چکن را اساساً زنان قسمت جنوبی تاجیکستان، کلوب، خوالینگ و غرم ببر می کنند. چکن گلدوزی از لحاظ رنگ و نقاشی خیلی پرغناوت است که دختر آن وقت طولانی را در بر می گیرد. به قول حتی در آیله که دختر تولد می شده است، مادر علکه دختن کرته عروسی او را شروع می کرده است. برای همین در تار و پود کرته چکن عالمی رویاها و
عشق و صمیمیت هویدا است. لباس عادی‌ترین سرپوشی زنان و دختران روی مال مربعی برابر پهلو یا که دراز روی تر بودند، در هر کجا گوناگون، یعنی روی مال، خرس، صابه، لطه سر، در را سرپیچ نمیدند. توپی یا که توپی نیز همچون لباس سرپوشی زنان خیلی دیر، فقط بعد انقلاب اکتبر رسم شد. آن را فقط دختران و زنها بسر می کردند. انعنه تاقی دوزی و تاقی پیشی میان مردان و چی زنان تاجی تا امروز رایج بوده، آن روز تا روز انکشاف می یابد. محض در روند جهانیگرایی بعضی نقش و نگارهای لباسهای ملی از بین رفته باشند، هم با مرور زمان این نقش و نگارها در لباسهای منطقه های گوناگون تاجیکستان دوباره احیا گردیدند. اگر چکنهای خوشدوخت رنگین را ببینیم، ما احساس میکنیم که این هنری دست بانوان منطقه کلاب است، یا خود نقشهای خیلی روشن و رنگینی در پیراهن سفید دوخته شده را ببینیم، ما درک میکنیم که این محصول دست هنرمندان پامیر است. یعنی لباس نشانه مردم است. اگر این نشانه از بین رود، فرهنگ آن نیز از بین خواهد رفت. چون صنعت آرایشات سنتی تاجیکان قابل تعریف و تقلید بوده است، هنوز هم این عنعنه از بین نرفته است. برعکس، آن در هر منطقه تاجیکستان با شیوه و اسلوب زمانوی زنده تر می شود، مثل کتیبه های آسیب ناپذیر تاریخی. حالا صده 21 است، صدایی که بنابر نظریه های علمی آن را مرحله جهانگرایی و برخورد تمدن ها نیز می گوید. در این مرحله فرهنگ و عنصرهای ملی تاجیکان نه فقط آسیب ناپذیر، بلکه قدرت جهانی شدید دارد. واقعا امروز باعث افتخار است که در برابر توجه خاصه پیدا کردن لباس ملی زنانه تاجیکی در اروپا و امریکا، خارجیان و صنعت ملی ما نیز مراق ظاهر می کنند. سانی خانس و ریک اندی در تاجیکستان با هم باخورده اساسهای صنعت رقص و موسیقی و طرز لباس پوشی تاجیکی را آموختند. و ماست در تاجیکستان با انعنه و رسم و رسوم تاجیکی خانه‌دار شدند. از ماه ایون تا ماه نویبر در سراسر مملکت با ابتکار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان، فستیوال آزمون جمهوریوی چکامه گیسو برگزار کردید. مقصد اساسی برگزاری فستیوال جمهوریوی چکامه گیسو نمایش، آرایش و پرورش نو، هنر والای مشاطه ها و به این وسیله است در دایره رسم و آیین های ملی ترغیب و تشویق مراسم های عنعنوی سرشویان و عروس براران، مویبافان و زلفکندازی، جمالت بافی و کاکل بافی بوده، در سه دوره آن به تنتنه حقیقی افتخار ملی و وطنداری، ارجگذاری به آیین های اجدادی تبدیل یافت.